همیشه مدارک معتبرشان در جیبشان باشد. به دلیل از اینکه همو حفظ کرامت انسانی در نظر گرفته شود و با شما برخورد خشین و برخورد نادرست صورت نگیرد. بنگاه ها و مشاورین املاک و کسایی که به شکل خصوصی مالک ملک هستند، یعنی مالک ساختمان خانه هست، به هیچ وجه برای هیچ کس اجازه زیر ندارد که خانه به شکل رهن یا اجاره. وطندرای عزیز سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستم هر کجایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان حد عزیز، باز هم امروز آمدیم با یک خبر از استان البرز. دوستان عزیز، امروز جلسه ای که در اداره کلی اطبای خارجی صورت گرفت بریاست سیروس دهخانشیری و در این جلسات روی موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت که اکثریت موضوعات مربوط اطبای خارجی غیر مجاز می شد. دوستان عزیز، یکی از موارد مهمی که در این جلسه صحبت صورت گرفت رویش این بود که تمام بنگاه ها و مشاورین املاک و کسایی که به شکل خصوصی مالک ملک هستن، یعنی مالک ساختمان خانه هست، به هیچ وجه برای هیچ کس اجازه زیر ندارد که خانه به شکل رهن یا اجاره بده. برای اطبای غیر مجاز به هیچ صورت اجازه نداره و برای اطبای مجاز هم کسایی که مدرک های معتبری در دست داشتن، اونا هم باید یک استعلام و یا هم یک نامی از اداره کل امور اطبای خارجی استان البرز هم با خود داشته باشند. در اون صورت میتونن مشاورین املاک و یا مالکان خانه برای ازی اشخاص خانه بیتن. و موضوع دیگه هم دوستای عزیز میخوام به شکل خلاصه و کم صحبت کنم. موضوع دیگه هم موضوع ازی بود که در اکثریت استان ها این روزها فانبیگیر به شکل بسیار زیاد هست و بعد از حادثه ای که بالای سید مهدی صورت گرفت و اکثریت استان ها اعلان کرده که از تمام مهاجرین خارجی ما خواهش مایی است که همیشه مدارک معتبرشان در جیبشان باشد. به دلیل ازی که همو حفظ کرامت انسانی در نظر گرفته شود و با شما برخورد خشین و برخورد نادرست صورت نگیره و هرگاهی که با پلیس روبرو میشین و یا گشت شما سوال میکنه، شما مدارک معتبر خود بر از مردم نشان بدین. دوستان عزیز، این موضوعاتی بود که در این جلسه روش صحبت شد و متاسفانه اکثریت جاها و اکثریت استان ها این روزها افغان بگیر به شکل بسیار زیاد شروع شده و ادامه خواهد داشت چند روزی را. و همچنان کسایی که پاسپورت داره و ویزه هم شده، ویزه اقامتی و یا هم ویزه سیاحتی، اینا هم میتونن برای گرفتن ویزه عراق به خاطر زیارت و اربعین اقدام بکنن. و دوستان، یک چیز را که زیاد تاکید داشتیش این بود که کسایی که میخواه حضور پیدا بکنه به خاطر گرفتن ویزه، حتما باید تیمی باشن. منظور که چند نفر یک جای شده باید از او اقدام بکنه. تیمشان کمتر از 5 نفر نباشد، بالاتر بود مشکل نداره. و دیگه ای که برای هیچ کس پولی به خاطر ویزه پرداخت نبکنه. به دلیل از اینکه ویزه عراق مکمل رایگان هست و هیچ پولی از بابت ویزه کسی دریافت نمیکنه. و مسئله دیگه دوستا، برای کسایی که میخواه بخیر طرف زیارت بره و در این شرکت بکنه، این است که برزونا تاکید کرده که 100% شما از زدن مهر در دفترچه ها و یا پاسپورت هایتون اطمینان حاصل بکنه. یعنی مهر دخولی عراق دیگه، اگر مهر دخولی، چون بیروبار بیش از حد زیاد است در اکثریتی مرس ها، به او دلیل شاید بعضی کسا بدون مهر هم تیر شود. به او دلیل از زدن مهر در دفترچه ها و پاسپورت هایتان 100% اطمینان حاصل بکنید. بدون مهر داخل عراق نشه.
خب دوستای عزیز، این بود گزارش کوتاه امروز که خدمت شما تقدیم کردم. امید است که تا آخر لحظات بیننده بوده باشین. تا گزارش دیگه و ویدیو دیگه شما رو به خداوند کریم و رحیم سپارم. تا درود دیگر، بدرود.